فرقان مسلح بدانند. این اقدامات از نظر قانون محاربه تشخیص داده شده و قوه قضاییه طی کمتر از یک ماه به پرونده آنها رسیدگی می کند و بدون شک حکمشان اعدام است. بینندگان عزیز، در رابطه با خبری که الان تقدیم حضورتون شد، تماسی تلفنی برقرار کردیم با دوست روزنامه‌نگارمون آقای رحیم رشیدی، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا، و از ایشون در رابطه با مسئله جاری سوالاتی داریم. آقای رشیدی سلام و شب شما بخیر. درود بر شما. پیش ما روز هستش، ساعت 12:30، ولی شب شما بخیر. امیدوارم که شاد و سرحال باشین. ممنون و سپاسگزار و ببخشید از این اصطلاح تداخل ساعت و اختلاف ساعتی که وجود داره، ولی به هر حال آقای رشیدی، به نظر شما در رابطه با سخنان امروز آقای لاریجانی که گفته بودن که نیروهای امنیتی حق ورود به این پرونده های قضایی رو نداره، شما ارزیابی و تحلیلتون از سخنان امروز ایشون چه است؟ واقعیت امر اینه که سخنان ایشون حاکی از اینه که نیروهای نظامی، انتظامی و نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران در طول حاکمیت این رژیم در تمام قوا در واقع و در تمام زمینه ها دخالت داشتن و تصمیم گیرنده اصلی اونها بودن. ما میدونیم که دادگاه ها به هیچ وجه مستقل نیست و با دخالت یا پیشنهاد نهادهای امنیتی بلافاصله تغییر رأی میدن. همین که آقای لاریجانی اشاره میکنن که توجه مردم و اطمینان مردم نسبت به و بدبینی مردم در واقع نسبت به قوه قضایی، به دستگاه قضایی افزایش یافته، حاکی از این واقعیت. البته اونا همیشه میخوان این مسائل رو گره بدن به استکبار جهانی و دشمنان نظام مقدس اسلامیشون. از سوی دیگه این خودش حاکی از این واقعیتی که این نهاد مستقلا عمل نکرده و نمیتونه عمل بکنه. چرا؟ چون اولین شرط عمل کردن یک نهاد مستقل قضایی نیاز به یه ابزارهای بسیار مشخص دموکراتیکی داره، من جمله اونها و ابتدایی ترینشونه که دستگاه قضایی باید انتخابی باشه، حداقل رئیس اون باید انتخابی باشه. وقتی که آقای لاریجانی با حکم رهبر و ولایت فقیه انتصاب میشه به عنوان رئیس قوه قضایی، قوه قضایی یا دستگاه قضایی چجوری و چگونه میتونه مستقلانه عمل بکنه؟ ولی در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی ایران در یک انزوای شدید بین‌المللی به سر میبره، در حالی که درون اون رژیم سود شده و دچار نفاق و دودستگی شده، سخنان اخیر رئیس دستگاه قضایی رژیم رو باید اینجوری تحلیل کرد که این در راستای حظ بیشتر و رادیکال تر کردن مخالفین درون حکومتی هست، چون اونها بیرون از حکومت هرچی انتقادی داشته باشه محاربه حساب میکنن و بلافاصله حذف میکنن و اینو برای خودشون یه امر شرعی کاملا توجیه کردن و توجیه میکنن. من فکر میکنم که و سخنان ایشون، ارزیابیم از سخنان لاریجانی این هستش که اونها تیغ سرکوب مخالفین درون حکومتی و تیزتر خواهند کرد و ما در روزهای آتی و در آینده نزدیک شاهد کماکان شاهد این پروسه خواهیم بود، با این بهانه که نهادهای امنیتی در واقع اعلام میکنن که قوه قضایی بنا به فرمایشات رئیس این دستگاه مستقلا عمل میکنه، در حالی که گفتم جمهوری اسلامی ایران و ساختارش کاملا یک توتالیتاریسم و یک دیکتاتوری مذهبیه و هیچ کدام از قوه مستقل نیستن و تمام قواها در واقع امروز در خدمت کابینه اجرایی آقای احمدی نژاد هم که اونم گوش به فرمان ولایت فقیه. یعنی آقای رشیدی، به نظر شما صحبتی که ایشون به اصطلاح در جواب احمد جنتی در سخنان نماز جمعه گفته بوده، حاکی از اختلاف بین این دو نیست و یک سناریو دیگه در جریان است؟ ببینید، حتی میان خبرگان رهبری، میان شورای نگهبان، میان تشخیص مصلحت نظام، نفاق و دودستگی در واقع تمام سرتاپای جمهوری اسلامی ایران رو در بر گرفته. اگر شما دقت بکنید، ایشان در کمال احترام نسبت به جنتی سخن میگه، در حالی که جنتی ما میدونیم فقط مونده که بگه ولایت فقیه و سید علی خامنه‌ای
خدا، از سوی دیگه مصباح یحیی جز نوتوریسین های ولایت فقیه در همین راستا، از سوی دیگه اگر به یاد داشته باشیم علی سعیدی نماینده رهبر در سواد در چند روز اخیر اعلام کرده بود که تفاوت این دوران با دوران زمامداری نبوی این بود که مردم توصیه پیامبر برای جانشینی علی و نادیده گرفتن، در حالی که نمایندگان با انتخاب سید علی خامنه ای کاملا از امام راهلشون در واقع اطاعت کردن. تمام مسائل اینه، یعنی اختلافاتی وجود داره و ما باید به یاد داشته باشیم که در همون سیستم یه بخش از آیت الله ها مثل آیت الله ثانی ها نه در راستای دفاع از حقوق پایی مردم و آزادی های فردی و دموکراسی به معنای واقعی خودش، بلکه در راستای اینکه احمدی نژاد و کابینش دارن با این متدها و با این مدل ها جمهوری اسلامی ایرانو به سراشیبی میبرن. و از سوی دیگه میخوام اشاره بکنم آقای بهنام، اگر ما توجه کرده باشیم سفرهای پی در پی آیت الله خامنه ای بعد از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری رژیم به قم و نشست و برخورد و تبلیغات بسیار وسیعی که رسانه های رژیم در این راستا ارائه میدن که این استقبال از سید علی خامنه ای و از رهبر و از ولایت فقیه از آقا به قول خودشون تمرین استقبال از امام زمانه و حمله به دفاتر منتقدین در قم، در واقع نشانه عمیقیه که آیت الله ها دچار دو دستگی عمیقی شدن. گفتم که یک دستشون بر این عقیدن، یک گروهشون که با این متدها جمهوری اسلامی داره به سوی سراشیبی پیش میره. آقای رشیدی، با توجه به اینکه اخیراً ما یک درگیری بین مجلس و دولت داشتیم، در البته یک درگیری لفظی و بحث بر سر وظایف دولت و وظایف مجلس بود، و با توجه به پشتیبانی احمد جنتی و شورای نگهبان از احمدی نژاد و در سوی دیگه خانواده لاریجانی که شامل رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و سایرین میشه، به نظر شما این صحبت‌های امروز رو میشه در راستای یک طبقه بندی جدید، یک جناح بندی جدید بین این دو هست و با توجه به بیرون راندن اصلاح طلبان از قدرت یک آرایش جدیدی قرار است در قدرت سیاسی ایران به وجود بیاد؟ ببینید، تصور من بر اینه که ایدئولوژی اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و اون پایه هایی که جمهوری اسلامی ایران بر اون شکل گرفته در میان خود روحانیون و در میان به ویژه طیف حاکمش احمدی نژاد و دار و دستش به این نتیجه رسیدن که این ایدئولوژی و این تفکر نمیتونه دیگر جوابگو باشه. تا کی میتونن تو خیابان ها جوانان رو استوب کنن و از اونها سوال بکنن که چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ در راسته از سوی دیگه اگر ما توجه کرده باشیم این مدرک های دکترایی که از هر طرف و از هر جهتی داره رو میشه، نشان بر اینه که این فلسفه اداری و حکومتی حوزه های علمیه در واقع به باد رفته، حیثیتی براش باقی نمونده. استقبال احمدی نژاد و رحیم شاهی و کابینش از کتیبه کورش و به پیش کشیدن اسلام ایرانی یا اسلام از نوع ایرانیش و حساسیتی که مجلس در این راستا به ویژه رئیس مجلس از خودشون نشون دادن، خوب تمام این مسائل به ما میگه که احمدی نژاد و اینا در واقع در فکر آنن که طبقه متوسط جامعه که به صورتی بعضی جامعه شناسان و تحلیلگران بر این باورن که حتی هسته واقعی جنبش سبز یا جنبش سبز انتخاباتی به قول آقای شرفی که واژه خیلی قشنگی هست، از این طبقه شکل گرفتن. ولی مجلس از این که بیاد با کابینه اجرایی با احمدی نژاد یا با دولت در واقع در بیفته، من چون این چشماندازی نمی بینم. چرا؟ چون مجلس در واقع کاری نیست، حکومت یا مجلس یه مجلس انتخابی و دموکراتیک نیست. اگر به یادمون باشه در مجلس پنجم اگه اشتباه نکرده باشم، آقای کروبویی که امروز منتقد حکومته رئیس مجلس بود و اونها میخواستن در اون دوره در قانون مطبوعاتشون در واقع یک سری تغییراتی صورت بدن. بلافاصله علی خامنه یه نامه نوشت و گفت این بحثا به پیش نکشین و برای اولین بار باید داشته باشیم که آقای کروبویی اشاره کردن که این حکم حکومتی است و عملا کاری صورت نگرفت.
و هیئتی هم که بنا به پیشنهاد سید علی آقا و به ریاست جنتی صورت گرفته بود میان مجلس و دولت، عملا اینا به این نتیجه رسیدن و مجلس اعلام کرد که بنا بر فرمایشات آقا ما تاکنون ریاست جمهوری و شخص احمدی نژاد در واقع استیضاح نکردیم به خاطر قانون شکنی ها و بیقانونی هایی که داره انجام میده. خب سوال اساسی و پایه‌ای اینه، اگر واقعا مجلس مردمی انتخابی دموکراتیکه و در راستای دفاع از مردم و در واقع مصلحت اونها، منافع اونها گام برمیداره، چرا باید بنا به پیشنهاد یک فرد، حالا هر کسی که باشه، اگر این فرد واقعا وارد قانون اونو استیضاح نمی کنن؟ نظر بنده اینه که تمام این مسائل به خاطر اینه که هیئت اجرایی یا در واقع کابینه اجرایی دولت رو تقویت بکنم، که امروز در واقع کابینه اجرایی احمدی نژاد به عنوان معاون ولایت فقیه عمل میکنه. تحلیل من اینه که اینها در سیستم قانونی خودشون بالاخره به یه نهادهایی نیاز دارن و در همین راستا من فکر میکنم که شورای نگهبان رو تقویت میکنن، ولی آرایش اونو در آینده تحلیل من اینه که تغییر میکنه و بیشتر روحانیون تندرو در واقع و نظامی ها یا کسانی که سپاه پاسداران و حزب الله و بسیجی ها پشت اونها هستن و از دل اونها بیرون اومدن، این نهاد تصرف خواهند کرد. بله، تشکر و سپاسگزار از دوست عزیز آقای رحیم رشیدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. سپاسگزارم، بسیار متشکرم. بینندگان عزیز،